دو حکایت بسیار قشنگ و آموزنده. حکایت اولی اشک رایگان. سگ مرد عرب در حال مردن بود. او در میان راه برای سگ خود گریه می کرد. گدای از آنجا می گذشت، از مرد عرب پرسید چرا گریه می کنی؟ عرب گفت این سگ وفادار من پیش چشمم جان می دهد. این سگ روزها برایم شکار می کرد و شبها نگهبان من بود و دزدان را فراری می داد. گدا پرسید بیماری سگ چیست؟ آیا سگ زخم دارد؟ عرب گفت نه، از گرسنگی می میرد. گدا گفت صبر کن، خداوند به صابران پاداش می دهد. بعد گدا یک کیسه پول بر دست مرد عرب دید. پرسید در این کیسه چی داری؟ عرب گفت نان و غذا برای خوردن. گدا گفت چرا به سگ نمی دهی تا از مرگ نجات پیدا کند؟ عرب گفت نانها را از سگم بیشتر دوست دارم، برای نان و غذا باید پول بدهم، ولی اشک مفت و مجانی است، برای سگم هرچی بخواهد گریه میکنم. گدا گفت خواب بر سر تو، اشک از خون دل است و به قیمت غم به آب زلال تبدیل شده، ارزش اشک از نان بیشتر است، نان از خاک است ولی اشک از خون دل. حکایت دوم، مرد فقیر و بقال. مرد فقیری بود که همسرش مسکه تهیه می کرد و از زن آنها را به صورت دایره‌ای 1 کیلویی می ساخت. مرد آنها را به یکی از بقال های شهر می فروخت، در مقابل ماهتاج خانه را می خرید. روز مرد بقال به اندازه مسکه ها شک کرد و تصمیم گرفت آنها را وزن کند. هنگامی که آنها را وزن کرد، اندازه هر مسکه 900 گرم بود. او از مرد فقیر عصبانی شد و روز بعد به مرد فقیر گفت دیگر از تو مسکه نمی خرم، تو مسکه را به عنوان 1 کیلویی به من می فروختی در حالی که وزن آن 900 گرم است. مرد فقیر ناراحت شد و سرش را پایین انداخت و گفت ما وزنه ترازو نداریم، 1 کیلو شکر از شما خریده بودیم و آن 1 کیلو شکر را به عنوان وزنه قرار می دادیم. آره، قبل از این که به کار دیگران شک کنیم و آنچه شک کردیم توجه کنیم تا شک به خود ما بر نگردد. دوستان و همراهان گرامی، از اینکه با نگاه نو همراه هستید بسیار خرسندم و از همکاری شما تشکر میکنم.